جدایی یک سوم از قلمروی سودان به دلیل استقلال سودان جنوبی اینجا در خارتوم بر حکومت عمر البشیر سایه افکنده. بعضی ها معتقدند که این موضوع موقعیت او را تضعیف کرده. مسائل حل نشده و کشمکش های زیادی هم هنوز در کشور باقی است. مهمان من در هارتاک عمر البشیر رئیس جمهوری سودان است که منحصرا با من گفته او کرده. آیا او این را فرصتی برای یک شروع تازه می داند؟ پرزیدنت البشیر، خیلی ممنون که به برنامه هارتاک اومدید. هیچ رئیس جمهوری نمیخواد قلمرویش رو از دست بده. شما شخصا چه احساسی نسبت به از دست دادن جنوب سودان دارید؟ قطعا الواحد یعنی قطعا من از اینکه سودان به دو کشور تقسیم شده خیلی غمگین هستم، ولی این خواست شهروندان بخش جنوب بود. ما از همان ابتدا گفتیم که باید به خواست مردم جنوب احترام بگذاریم. هدف ما رسیدن به صلح بود. رسیدن به صلح برای ما ارزش زیادی داشت، حتی اگر قرار بود به قیمت تقسیم کشور تمام بشه. قیمه کبیره جدا و حتی لو كان الثمن بتاعه هو انقسام الوطن. من وقتی با رهبران سودان جنوبی قبل از استقلال صحبت می‌کردم، به من می‌گفتن این تقصیر حکومت در شمال بود که کاری نکرد تا حفظ وحدت و یکپارچگی کشور برای جنوبی‌ها جذاب جلوه کنه. شما شخصا مسئولیتش رو به عهده می‌گیرید؟ هو قطعا نحن اول حاجه قمنا من ناحيتنا بكل ما يمكن ان يقود الى ان تكون قطعا اولا ما هر آنچه را که ممکن بود انجام دادیم تا حفظ وحدت و یکپارچگی کشور را برای مردم جذاب کنیم. اولین کاری که کردیم این بود که خود را متحد به اجرای تفاهمنامه جامعه صلح کردیم. این تفاهمنامه به جنوب و مردم جنوب حقوقی را که می‌خواستند می‌داد، حقوق شهروندی را. ما متحد شدیم تا تفاهمنامه را اجرا کنیم تا آنها از حقوق شهروندی خودشون بهره مند بشن. ان تقنع المواطن الجنوبي الان ان هو بيعيش في وطن بينال فيه حقوقه كمواطن كامله. ولی اونا میگفتن ما احساس میکردیم شهروند درجه دو هستیم و در گفتگوهای سیاسی مشارکت نداریم، چون حکومت شما از یک ایدئولوژی عرب اسلامی حمایت میکرد. اونها احساس میکردن که به حاشیه رونده شدند. واقعا هم زبان بیان شما هیچ وقت تغییر نکرد. انا ما اظن هم مشمشين اذا كان النائب الاول لرئيس الجمهوريه. فکر نمی کنم آنها به حاشیه رانده شده بودند. اولین رئیس جمهوری سودان از جنوب بود. او از اختیارات خودش استفاده کرد و پست‌هایی را به جنوبی ها داد، به طوری که حدود 30% از پست‌های حکومتی دست جنوبی ها بود. علاوه آنها در تمام نمودهای زندگی شهروندی، هم نظامی و هم سیاسی حضور داشتند. بنابراین جنوبی ها به حاشیه رانده نشده بودند. اما در مورد معرفی قانون شریعت، این قانون تحت پروتکل ماشاکوس تهیه شده بود و جنبش آزادی بخش خلق هم با معرفی این قانون موافقت کرد. این اصل شهروندی است که پایه و اساس حقوق و وظایف همگان است. لكن الأصل في نيل الحقوق وأداء الواجبات هي المواطنة وليست الدين أو العرق. شما از قانون شریعت صحبت کردید. سال گذشته در قزارف در شرق سودان گفتید اگر قرار باشه جنوب سودان جدا شه، در شمال سودان دیگر جایی برای تنوع قومی و فرهنگی وجود نخواهد داشت و اسلام منبع و منشأ قانون و قانون اساسی خواهد بود. آیا حالا قصد و نیت شما اینه که قانون سفت و سختی رو در بقیه سودان در شمال به اجرا در بیارید؟ اولا اینکه من نگفتم که سودان تنوع قومی ندارد. من در مورد حقوق و هویت سودان صحبت کردم، در مورد هویت دینی سودان و اینکه اسلام دین رسمی کشور است و شریعت منبع قانونگذاری است. شریعت بر مبنای رنگ یا مذهب یا زبان تبعیضی قائل نمی شود. این چیزی نیست که ما بخواهیم. ما از همه قوم ها مسلمان داریم. الان مسلمین متشرف في كل العالم بكل الاعراق
حالا که جنوب سودان مستقل شده، شما در مابقی کشور با چالش‌های زیادی روبرو هستید. احتمالا میزان قابل توجهی از منابع درآمد خود را از دست خواهید داد، چون بیشتر منابع نفتی در جنوب سودان قرار داره. در 22 ژوئن امسال شما یک سخنرانی کردید و تهدید کردید اگر جنوب به شما اطمینان نده که سهم خوبی از درآمد نفتی به شما برسه، خطوط لوله نفتی رو مسدود خواهید کرد. آیا تهدید شما سر جاشه؟ أنا حاجة ما بهدد، لكن نحن عندنا حقوق. الحقوق أنه كل منشآت من تهديد نمیکنم، ولی ما هم حقوقی داریم. تمام تسهیلات و خطوط لوله در شمال است و صادرات از طریق بنادر ما در شمال صورت میگیرد و این حق را به ما میدهد، حق حاکمیت ملی را. و موضوع مد نظر ما که باید روی آن گفتگو کنیم این است که ما باید برای دوره موقتی درآمد نفت را با هم تقسیم کنیم. ما و جنوبی ها باید مذاکره کنیم و بعد از مذاکره به توافق برسیم. ما این حق را داریم که هزینه استفاده از این تسهیلات را با آنها حساب کنیم. و عبور بترول الجنوب عبر الشمال و تصدير عبر الشمال. این دوره موقت چقدره؟ نحن المطروح هي 5 سنوات. برای 5 سال اون رو با هم قسمت میکنیم، به طوری که هر سال 10% از سهم ما کم بشه و در سال پنجم سهم ما 10% و سهم جنوب 90% خواهد بود. 10% نصیب جنوب 90% السنه بعدا بيكون But were you trying to assert yourself? آیا شما داری سعی می‌کنید از قدرت خودتون برای فشار به جنوب استفاده کنید؟ چون شرکت‌ها و سفارتخانه‌ها در سودان جنوبی به روزنامه فاینانشال تایمز گفتن فکر می‌کنن راه ورود سوخت به جنوب مسدود شده و قیمت سوخت 300-800% بالا رفته. آیا شما دارید به نوعی سر راه جنوب مانع می‌اندازید؟ نه، ما بنخلق مشاکل، لكن المطلوب ان الجنوب ما يخلق مشاكل. نه، ما مشکل ایجاد نمی‌کنیم، ولی نمی‌خوایم که جنوب هم مشکل ایجاد کنه. وقتی آنها ابیه را تصرف کردند و به نظامی‌ها در ابیه حمله کردند، این تلاشی از طرف آنها بود که مشکل ایجاد کنند. حمله به ارتش یک کشور در حکم حمله به اون کشور و ما می‌خواهیم به آنها بفهمونیم که آنها منافعی در شمال دارند و باید به فکر حفظ منافع خودشون باشند. به همون اندازه که ما باید به فکر حفظ منافع خودمون باشیم. بقدر حفظ احنا على هذه المصالح والعلاقه. شما به ابیه اشاره کردید که منطقه مرزی است و غنی از نفت. شمال و جنوب هر دو ادعای این منطقه رو دارید. احساس شما به ابیه چیست؟ اگر به چنین مرحله‌ای برسه، آیا اجازه میدید که ابیه به رفراندوم گذاشته بشه و اگر مردم ابیه خواستند به سودان جنوبی ملحق بشند، یا اینکه این حدی است که شما دیگه از اون نخواهید گذشت؟ قبل از هر چیز می‌خواهم چند نکته را تصحیح کنم. نفت ابیه زیاد نیست. ابیه یک واحد نفتی کوچک داره و میزان تولید و بهره برداری اون هم مدام در حال کاهشه. حتی ممکنه تولید اون هم کاملا متوقف بشه، چون هزینه های اون بیشتر از میزان تولیدشه. ولی مقداری نفت داره. 2000 بشکه در روز که اون هم مدام در حال کاهشه. بسیار خوب، پس اونقدر که ما فکر میکنیم نفت نداره، ولی هنوز یک منطقه مرزی است که هم شمال و هم جنوب ادعای اونو دارند. شما وجود سودان جنوبی رو قبول کردید. شما گفتید که ملاک مرزهای اول ژانویه 1956 که در واقع ابیه رو در شمال سودان قرار میده. اینطور به نظر میرسه که شما تصمیم خود رو از قبل گرفتید، اینکه ابیه باید بخشی از شمال بمونه. ابیه در حقیقت تا به حال بخشی از شمال بوده بر اساس مرزهای اول ژانویه 1956. در حال حاضر کمیته اجرایی مشترک موضوع ابیه رو بررسی میکنه، کمیته متشکل از شمالی ها و جنوبی ها. اتیوپی ها هم گفتن که دارن 4200 نیروی حافظ صلح روانه میکنند تا بر ابیه نظارت کنه، چون این منطقه شاهد خشونت های زیادی بوده. 70000 نفر از اونجا گریختن. چه وقت این نیروهای اتیوپی که تحت لوای مشترک اتحادیه آفریقا و سازمان ملل هستند وارد ابیه میشن؟ آیا شما از اومدن اونها خوشحالید؟ حضور اونها رو در اونجا میخواهید؟ همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، ترتیباتی داده شده و ما در حال مذاکره در مورد تأسیس نهادهایی در ابیه هستیم. یک نهاد وابسته به ریاست جمهوری خواهیم داشت، متشکل از 4 نفر، 2 نماینده از هر طرف. این نهادها نهادهای مسئول اداره ابیه خواهند بود، هم برای امنیت و هم برای ارائه خدمات.
مأموریت نیروهای اتیوپی حفظ صلح در منطقه است. بنابراین ما از سربازای اتیوپی استقبال میکنیم. هر دو طرف از اونها استقبال کردیم چون اونها قادر هستند که مأموریت خودشون رو به انجام برسونن، برعکس نیروهای کنونی که موفق به حفظ صلح در منطقه نشدند. منظورتون نیروهای سازمان ملل که اونجا هستن؟ بله. میخواید اونا برن؟ بله، همه آنها. شما میخواید که نیروهای سازمان ملل از سودان برن؟ یک نفر از آنها را هم نمیخواهیم. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل پیشنهاد کرده که مأموریت نیروهای سازمان ملل در سودان را تمدید کنند. ما قبول نکردیم. شما از ورود سربازان اتیوپی خوشحالید؟ ما از ورود سربازان اتیوپی خوشحال هستیم. آیا شما ارتش زدایی میکنید و نیروهای خود را از ابیه خارج میکنید؟ بله، به محض ورود سربازان اتیوپی ما سربازان خودمون را از منطقه خارج خواهیم کرد. آقای رئیس جمهور، آیا این امکان وجود داره که در هر مرحله شمال سودان بر اثر ابیه به نوعی دوباره وارد جنگ با سودان جنوبی بشه؟ یا اینکه میگید نه، ابداً ابیه مایه جنگی دیگه بین ما نخواهد بود؟ اعتقاد راسخ ما بود که ما را به صلح رسوند. آخرین جنگ بین ما و ارتش آزادی بخش خلق سودان در ترویت بود. در این جنگ ما تلفات سنگینی را به نیروهای اونها وارد کردیم. ما برای صلح می جنگیدیم و برای صلح هم بود که سودان را به دو بخش تقسیم کردیم. ما بسیار مشتاقیم که صلح را حفظ کنیم. ما دیگه هرگز نباید وارد جنگ بشیم، مگر اینکه ما را ناگزیر کنند که بجنگیم. پس امکان جنگ هست اگه ابیه بخواد با جنوب بمونه. سوال من خیلی ساده است. آیا شما چنین امکانی رو پیش بینی میکنید که شمال جنوب بر سر مسئله ابیه به جنگ متوسل بشن؟ پروتکلی در مورد ابیه وجود داره، پروتکلی که ابیه بر اساس اون اداره خواهد شد و این راه حل مسالمت‌آمیز وجود داره. ولی در گذشته اونها ما رو مجبور کردن که وارد جنگ شیم چون می‌خواستن شرایط جدیدی رو به ما تحمیل کنند. پس امکانش هست. شما همینطور شاهد خشونت‌هایی در استان کردوفان جنوبی هستید، استانی مرزی بین شمال و جنوب. این استان بخشی از شماله. شما اونجا مردم نوبه را دارید که طی جنگ‌های داخلی پا به پای جنبش آزادی بخش خلق سودان علیه حکومت جنگیدن. الان گزارش‌هایی از طرف سازمان ملل از جنگ اونجا به دست میرسه. گزارش‌های داخلی از اول ژانویه در مورد بمباران‌های هوایی و تیراندازی بین نیروهای مخالف و حامیان شما. ده‌ها هزار نفر از کردوفان جنوبی گریختن. موضوع چیه؟ طبعاً اول حاجه البدايه في اتفاقيه السلام في بروتوكول خاص بمنطقه كردوفان. والبروتوكول ده هو جزء من اولا اینکه در تفاهم نامه جامعه صلح پروتکلی مربوط به وضعیت کردوفان جنوبی هست. این پروتکل رؤوس زمینه‌های مشارکت ارتش آزادی بخش خلق سودان را در حکومت ترسیم کرده. این پروتکل همچنین در مورد نظر عموم صحبت کرده که از طریق پارلمان منعکس و مدیریت میشه. این چیزی است که در توافق بین ما حاکمه. ارتش آزادی بخش خلق در کردوفان جنوبی تحت حاکمیت پروتکل‌های امنیتیه. حل و فصل مسئله نیروهای اونجا با جنبش آزادی بخش خلقه. بحکم پروتکل الترتیبات الامنیه واللي هي دي مسئولیت الحركه قوات الحركه الشعبيه تماما 100%. كان من المفترض ان يتم معالجه هذه القوات عن طريق الحركه الشعبيه. So you're blaming the SPLA in. پس شما ارتش آزاد بخش خلق رو در مشکل کردوفان جنوبی مقصر میدونید. جناب دودو آدم، اسقف کادوگولی، مرکز استان کردوفان جنوبی، از جنگ رعب و وحشت میگه و قومکشی علیه مردم نوبا. مردمی که از لحاظ قومی با مردم شمال سودان خیلی تفاوت دارند. او میگه که چنین حملات اونجا علیه مردم نوبا جریان داره. انا عايز لازم اشرح انه سبب وجود القوات الحركه الشعبيه في جنوب كردوفان ما في اي سبب. بگذارید چیزی رو توضیح بدم. دلیل حضور نیروهای ارتش آزادی بخش خلق در کردوفان جنوبی چیه؟ اونها دلیلی برای حضور در اونجا ندارن. جنبش آزادی بخش خلق باید اونها رو خلع سلاح و منحل می‌کرد.
همون کاری که ما با جنوبی ها کردیم، اونها رو جذب ارتش سودان کردیم، همه اونها رو منحل کردیم، وجوهشون رو هم به اونها پرداختیم و اونها رو از حقوق شهروندی برخوردار کردیم. حکومت سودان جنوبی باید تمام گروه ها و نیروهای وابستهش رو منحل و خلع سلاح میکرد و به اونها حق و حقوق شهروندی میداد. ولی جنبش آزادی بخش خلق در خلع سلاح نیروهای وابستهش کوتاهی کرده. في أن تسرح منسوبيها من جنوب كردفان صحبت شما روشنه. حالا میخواید با این اوضاع چیکار کنید؟ اتحادیه اروپا میگه نگران غیر نظامیانه و خواستار اجازه ورود به منطقه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه. آیا شما به اونها اجازه ورود میدید؟ چطور شما این مشکل حل میکنید؟ این ما نبودیم که در کردفان جنوبی جنگ رو شروع کردیم. این نیروهای ارتش آزادی بخش خلق بود که جنگ رو شروع کرد. اونها بودند که به نیروهای ما حمله کردند. میخواید جامعه بین المللی ارتش آزادی بخش خلق رو تحت فشار قرار بده که جنگ رو متوقف کنن؟ همون کسانی که جنگ رو شروع کردن باید اون رو متوقف کنن. همچنین ارتش آزادی بخش خلق در کردفان جنوبی باید طبق تفاهم نامه جامعه صلح به وظایف خودش عمل کنه. اونها باید نیروهاشون رو منحل کنن و سلاحاشون رو تحویل بدن. بعد ما هم خواهان اون خواهیم بود که برای اونهایی که در نیروهای مسلح خدمت کردن چاره بیندیشیم. یعنی اونها باید یا جذب ارتش بشن یا پلیس. نیروهای شما همین حالا هیچ عملیات بمباران هوایی تیراندازی انجام نمیدن؟ همین حالا در کردفان جنوبی جنگ در جریانه. جنگی که جنبش آزادی بخش خلق شروع کرده. تانک ها و هواپیما ها اونجا هستن. اونجا جنگه. شما هنوز مشکلاتی هم در دارفور دارید. مسئله جنوب رو حل و فصل کردید و اونها از کشور جدا شدند، ولی بقیه کشور مشکل داره. از سپتامبر سال گذشته موجی از خشونت‌ها در دارفور بالا گرفته. شما یکی از رهبران شورشی رو به عنوان همپیمان خود از دست دادید، مینی میناوی، که با شما وارد صلح شد. دسامبر گذشته او گفت که اصلا پیشرفتی در وضعیت ندیده از لحاظ سهیم شدن در منابع و قدرت سیاسی. او از شما روی برگرداند و دوباره دست به سلاح برد. او گفت می‌خواد حکومت شما رو سرنگون کنه. وضعیت دارفور داره بدتر میشه. اولا اینکه در مورد وضعیت دارفور دلیلی برای بروز جنگ وجود نداره. به همین جهته که اونجا امنه. اونجا مشکلاتی هست ولی خیلی محدود که تأثیری هم روی زندگی مردم نداره. اما در مورد میناوی، او توافقنامه‌ای را امضا کرده که بر اساس اون او باید تا اندازه‌ای برای ایجاد امنیت ترتیباتی بده. مسئله نیروهای او هم هست که باید حل و فصل بشه. او باید چاره‌ای برای اونها بیاندیشه و ترتیباتی بده. عده‌ای مشخصی از اونها باید به ارتش و پلیس ملحق بشن و بقیه هم باید منحل و خلع سلاح بشن. ولی این جلوه خوبی نداره که این رهبر کلیدی شورشیان در دارفور که با شما وارد صلح شد و شما او را به عنوان مشاور رئیس جمهوری منصوب کردید دوباره دست به سلاح ببره و با شما وارد جنگ مسلحانه بشه. اینطور به نظر میرسه که شما کنترل اوضاع رو در دارفور به دست ندارید. پیشرفتی در اوضاع اونجا دیده نمیشه. قبل از هر چیز او میخواست که از تمام امتیازهای تفاهم نامه‌ای که با ما داشت بهره بگیره، ولی قبول نکرد که به وظایف خودش در بخش امنیتی تفاهم نامه عمل کنه. او قبول نکرد که نیروهاش رو خلع سلاح و منحل کنه. اما در مورد توسعه در دارفور، مشکل ما اونجا مشکل اعداد و ارقام، مشکل تامین بودجه. همین حالا اونجا توسعه جاده سازی، سد سازی، خدمات صورت میگیره. توسعه صورت میگیره ولی مشکل تامین بودجه وجود داره. فکر میکنید ممکنه او دوباره با شما وارد صلح بشه؟ اگر او دوباره بخواد صلح کنه ما مشکلی با این مسئله نداریم. ولی او باید به تفاهم نامه‌ای که امضا کرده عمل کنه. شما جامعه بین المللی چی میخواید؟ شما در سخنرانی خود در استقبال از استقلال سودان گفتید جامعه بین المللی نگاه کنید، من اجازه دادم که رفراندوم برگزار بشه و کشور سودان جنوبی تشکیل بشه و مانع آن نشدم. آیا هیچ کشوری به شما اطمینان داده؟ آیا آمریکایی ها گفتند که سودان را از لیست کشورهای حامی تروریست خارج خواهند کرد و تحریم های مالی علیه شما را رفع خواهند کرد؟ آیا انتظار پاداش هایی دارید؟
آمریکایی‌ها قول‌هایی به ما دادند. وقتی فرستاده اونها آقای دانفورس به دارفور آمد، او به ما گفت که اگر ما تفاهم‌نامه جامع صلح را امضا کنیم، یعنی صرفاً با این شرط که ما تفاهم‌نامه را امضا کنیم، اونها روابط خودشان را با سودان به حالت عادی در خواهند آورد. سودان را از لیست کشورهای حامی تروریسم حذف خواهند کرد، تحریم‌ها را لغو خواهند کرد و بدهی‌ها را خواهند بخشید. این قول‌هایی بود که آقای دانفورس به ما داد. دانفورس فرستاده پیشین آمریکا به سودان بود در زمان ریاست جمهوری جورج بوش. بعد از اینکه ما تفاهم نامه را امضا کردیم، اونها گفتند نه، شما باید مشکل دارفور را هم حل و فصل کنید. دارفور در اون زمان در اوج بحران بود، ولی قبلا اون رو مطرح نکرده بودند. ولی بعدا گفتند که اگر شما تفاهم نامه ای با دارفور امضا کنید، ما هم چنین و چنان کنیم. پس ما تفاهم نامه ای را در ابوجا امضا کردیم. بعد از اون جورج بوش رئیس جمهوری با ما تماس گرفت و تایید کرد که اگر ما تفاهم نامه را امضا کنیم، آنها به قول‌هایی که از جانب خودشون داده بودن عمل خواهند کرد. پس فکر میکنید که شما به قول خود عمل کردید ولی جامعه بین‌المللی عمل نکرده، ولی فکر میکنید که اعلام کیفرخواست علیه شما توسط دادگاه بین‌المللی کیفری مسائل رو پیچیده‌تر کرده و مانع همکاری جامعه بین‌المللی با حکومت شما شده؟ این کار اونها عین سیاست نه عدالت، چون اونها پرونده رو از شورای امنیت سازمان ملل به دادگاه بین‌المللی کیفری انتقال دادن، یعنی با همون قطعنامه‌ای که سودان رو به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع دادن. این قطعنامه تصریح میکنه که سربازای آمریکایی نباید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. کجای این عدالت؟ این آمریکایی‌ها هستند که این پرونده رو به جریان انداختند. آمریکا عضو دادگاه بین‌المللی کیفری نیست و اونها پروتکل روم رو امضا نکردند و این اونها هستند که میگویند شهروندان آمریکایی نباید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. اگر عدالتی وجود داشت، باید به دادگاه اجازه میدادند که آمریکایی‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار بده. اما این یک دادگاه سیاسی است. چه احساسی دارید از اینکه نام شما در تاریخ به عنوان رئیس جمهوری ثبت خواهد شد که بخش وسیعی از قلمروش را از دست داد؟ شما حتی به جنوبی‌هایی که در شمال زندگی می‌کنند گفته‌اید بروید، من به شما تابعیت نمی‌دهم. اینطور به نظر می‌رسه که چون نتونستید جنوب رو حفظ کنید، حالا می‌گید بروید، شما را نمی‌خوام. من به اونها نگفتم برید، شما رو نمیخوام. من گفتم حق دارید که یا در یک سودان یک پارچه بمونید یا اینکه برید. تمام نیروهای سیاسی توافق کردند و تصمیم گرفتند که باید حق استقلال به سودان جنوبی داده بشه. ولی حالا اونها تابعیت سودان رو ندارن، حتی تابعیت سودان جنوبی رو هم ندارن. اونها متعلق به هیچ کشوری نیستن. اول حاجه طبعا کسانی که به تقسیم سودان و جدایی سودان جنوبی رأی دادن شهروندان شمال نبودند. این شهروندان جنوبی بودند که در یک رفراندوم آزاد چنین تصمیمی را گرفتند. 99% اونها تصمیم به جدایی گرفتند و این اونها هستند که نمیخواستند بخشی از سودان باشند. پس اونها حق ندارند بگویند که هم جدا میشیم و هم بخشی از سودان میخواییم باشیم. دلتون برای اونها تنگ میشه؟ بله، من روابط و پیوندهای گسترده ای اونجا دارم، دوستانی دارم، همکارانی دارم. من در جنوب خدمت کردم، برای وحدت و یکپارچگی اون جنگیدم. مرتب از جوبا دیدن خواهید کرد؟ بله قطعا، من با سالواکیر رئیس جمهوری توافق کردم که برای خودم خونه ای در جوبا بسازم. رئیس جمهور البشیر، خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه هارتاک.